باید ابزارهای بهتری رو برای تحلیلمون داشته باشیم. من همه اینا رو گفتم که به این اشاره کنم که یکی از اون ابزارها داشت میگفتش که یک چیز حدود 1.7 تریلیون دلار میتونه مارکت کپ بازار فقط بیت کوین بشه، حالا با 30% مثلا دامیننسی که برای چیز آلت کوین ها در نظر میگیرن، 70%ش برای بیت کوینه، شما در نظر بگیرید مثلا یه چیز حدود 2 برابر این چیزی که الان وجود داره مارکت باید رشد کنه. و خب من امیدوارم که این مارکته توی 2 ماه 3 ماه آینده این رشد رو نکنه. چرا؟ چون توی بازار میگن وقتی که به این صورت رشد شارپی داشتن، اصطلاحا میگن تون تون رفته بالا، اصلاحش طولانی و فرسایشی خواهد بود. و خب اینم در نظر داشته باشین که اصلاح قیمتی حتما با این مثلا با ریزش که بعید به نظرم میرسه تو بیت کوین داشته باشین، اصلاح 2 تا جنس داره، یا از نظر قیمت یا از لحاظ زمانه. توی بازه زمانی، توی بازه قیمتی گیر میفته رو 40,000 41,000، میره بالا میاد پایین، میره بالا میاد پایین، یه مدتی یه هفته 10 روز اینجا میمونه، دوباره شروع میکنه حرکت کردن. و اون قیمته چرا نمیاد پایین؟ قاعدتا بر اساس این تحلیلگران تکنیکال باید نزول داشته باشه، اما چون پشتش فشار خرید وجود داره باعث میشه که به این راحتی بازار پایین نیاد قیمتش. در نظر داشته باشین که این 18 میلیون بیت کوینی که تا الان استخراج شده برای 7 میلیارد جمعیت کره زمین فقط 2.5 میلیون بیت کوین دیگه باقی مونده. امروز روی بحث این نصف شدن استخراج یکی دو تا نکته خیلی قشنگ داریم که اسلایدش گذاشتم با هم خواهیم دید. امیدوارم که این افزونه های ماینر بلاک و اون تیک فایرفاکس زده باشین، از یه آنتی ویروس معتبر هم استفاده بکنید که این مشکلاتی که برای همه پیش میاد برای شما پیش نیاد. تو زنجیره بلوک هم ما تو فصل اول این 21 سرفصل رو داریم که تا گولد راش رفتیم، ردیف 18 اگر خاطرتون باشه، که عرض کردم خدمتتون که اون تب طلایه باعث شد که خب خیلی از این ور اونور دنیا بیان، مباحث اجتماعی توی خود کالیفرنیا به وجود آورد چون ترکیب جمعیتیشو به هم زد، بعد کی پولدار شد، کی میلیونه شد، اونی که بیل و کلنگ فروخت. بعد گفتم خب حالا ما با هم بیاییم فکر کنیم چجوری میتونیم بیل و کلنگ خودمون رو تو کریپتوکارنسی بفروشیم. این نکته بسیار مهمیه. ببینید قسمت عمده از آدم هایی که درگیر این بازار هستن آدم هایی هستن که شاید توانمندی فنی برای تولید یک کوین نداشته باشن. تازه توانمندی تولیدم داشته باشن، از بین این 7,000 تا کوین چجوری میتونه کوین خودش رو عرضه کنه؟ خودش داستانیه ها، یعنی به این سادگی نیست. امروز در خصوص ICO با هم صحبت میکنیم. در نتیجه حالا از این وسط من چجوری میتونم گین بگیرم؟ یکی از موارد از این سایت ها رو امروز با هم میبینیم و میتونه اینها روش هایی باشه که ما میتونیم ازش نهایت استفاده رو ببریم. من فقط ایده رو میگم، قاعدتا هر کسی بر اساس شرایط خودش میتونه منابع درآمدی برای خودش تعریف کنه رو حوزه کریپتوکارنسی. ما هر جا میریم و بالاخره من هر جوری بچرخم یه ورش باید برسه به این داستان بورس. به هر حال جز علاقمندی های منم هست بازار بورس اوراق بهادار و من فعالیتم تو بازار مالی از طریق همین بازار شروع کردم خیلی سال پیش، 14-15 سال پیش. ببینید یه اتفاق جالب میفته، شما یک ادبیات مشترکی در بین تمام این بازارهای مالی پیدا میکنید، یعنی مشترکاتی در بین اینها وجود داره که به شما کمک میکنه که راحتتر بری سراغ بازار دوم، بازار سوم و همینطور بری جلو تو بازارهای مختلف درگیر شید. بچه هایی که بورس کار میکنن بعد یه مدتی میان مثلا میرن سراغ مثلا فارکس، میرن سراغ بورس کالایی مشتقه، یا میرن تو این بازارهای خارجی حالا تو حوزه‌های مختلف فعالیت میکنن و از جمله کریپتوکارنسی. و خب این علتش چیه؟ چون اولین بازار رو کلی وقتم گذاشتن، بالا پایینش یاد گرفتن، ادبیاتش یاد گرفتن، اصلا با این پلتفرما میتونن کار بکنن، به این مهارت رسیدن که خیلی سریعتر بتونن یه بازار جدید رو یاد بگیرن. خب
یه تفاوت‌های بین بازار بورس اوراق بهادار با بازار رمز ارزها وجود داره. اگر دوستان مشکلی توی صدا دارن به پشتیبان پیام بدن که بهشون کمک بکنه، چون فکر میکنم مشکل صدا من نداشته باشم. اگر شما صداتون مشکل داره، یعنی بریده بریده میشنوین، یا اینکه قطع میشین از سیستم پرت میشین بیرون، یعنی از وبینار میرین بیرون، علتش اینه که نتتون ضعیفه یا همون لحظه مثلا یه مشکلی پیش اومده. خب به هر حال این اتفاق میفته، جای نگرانی نیست چون این ویدیو داره ضبط میشه و بعدا هم میتونید بهش مراجعه کنید. ما یه چیزی داریم به مفهوم ICO Initial Coin Offering. Offering این در حوزه بازار ارزهای دیجیتاله، یعنی عرضه اولیه سکه که سال 2017 اصلا بهشت ICO بود و کلی هم روش کلاهبرداری کردن و یه پول قلمبه زدن و رفتن. توی بورس هم یه چیز داریم به نام عرضه اولیه سهام، Initial Public Offering. قاعدتا از این احتمالا دوستان استفاده کردن، اونایی که تو حوزه بازار سرمایه هستن. یه شرکتی که میخواد وارد بازار بشه برای کشف قیمتش میاد روی حوزه IPO و عرضه اولیه میشه، قیمت میخوره و اینکه اول تو بازار اولیه عرضه میشه و بعد تو بازار ثانویه. یکی دو تا از این دوستانی که اینجا هستن رو میدونم که تو حوزه کارگزاری فعالن. درست گفتم دیگه، اولین بار تو بازار اولیه عرضه میشه، یعنی IPO که انجام میشه تو بازار اولیه است و بعدن تو بازار ثانویه شروع میکنه معامله شدن. خب امیدوارم که همه بیدارن دیگه، هیچ عکس العمل این زیر نمیبینم. میترسم بعضی موقع، میترسم یه موقع مثلا همینجوری داریم میریم جلو. خب مورد دوم، رویکرد سرمایه‌گذاری بلند مدت در بورس برخلاف کریپتو. خب خیلی حوزه‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری که میان سهام مدیریتی میگیرن یا هلدینگ‌های مادر تخصصی که میان سهام مدیریتی میگیرن، زمان خیلی خیلی بیشتری رو دارن برای این سرمایه‌گذاریشون در نظر میگیرن. توی کریپتو اینجوری نیست. کریپتو شما خیلی اصلا داستانش متفاوته که میریم جلوتر با هم بیشتر آشنا میشیم در خصوص این. توی کریپتو لیگال در خصوصی که ببخشید در بورس یک قواعد و قوانینی وجود داره، در صورتی که توی کریپتوکارنسی تقلب بسیار بسیار زیاده، چون نهاد ناظری بر عمل کرده بورس وجود داره. یه شرکتی سازمان بورس داره، نهاد ناظر داره، نمیدونم کلی به قول معروف از ابزارهای فراد دیتکشن استفاده میکنن در که بحث دستکاری در قیمت یا همون مانیپولیشن انجام نشه. اما تو بازار کریپتوکارنسی اصلا یه همچین چیزی وجود نداره. ببینید دوستانی که تو حوزه کارگزاری هستن میدونن که خب کسی که از رو TSE قیمت رو نگاه کنه سه تا مزنه قیمت رو میبینه. اگه بیاد تو پلتفرم کارگزاریش خرید و فروش انجام بده، اونجا 5 تا مزنه رو میبینه. این دوستانی که پشت استیشن میشینن تو کارگزاری تا عمق بازار رو میبینن. یه اصطلاحی داریم DOM، Deep of Market، عمق بازار. یک چیز بسیار بسیار مهمه که این دوستانی که تو پشت استیشن میشینن قشنگ میدونن سفارششون رو تو چه نقطه‌ای بذارن، با حوصله خریدشون میکنن. قشنگ مثل یه شکارچی که نشسته منتظره تا اون طعمه بیاد توی قشنگ وسط مگسک اصلش. و این داستان خب خیلی سخت میکنه کارو دیگه برای اینایی که مثلا همینجوری میرن خرید و فروش میکنن، آخرام ضرر میکنن، میرن جلو در سازمان بورس میگن پول ما رو خورده. شما اصولش رو نمیدونستی. در صورتی که تو بازار کریپتو تو گفتم دیگه ما کلی بازار داریم، قیمت‌های هر صرافی هم با صرافی دیگه متفاوته. علتش هم در این هستش که توی صرافی‌ها بر اساس قیمت خودشون قیمت می‌زنن، ولی تو بورس یه قیمت واحد داره. مثلا بانک صادرات یه قیمت مشخص تو همه، یعنی هیچ فرق نمی‌کنه شما از مشهد معامله کنی، از تهران معامله کنی، چون متمرکز توی نقطه است. این اصلا غیر متمرکز بودنش از همون اول مطرح بوده، پس قیمت ها متفاوته. تو صرافی های بزرگتر شما چون یه جامعه نرمالتر و بزرگتری داری، قیمتتون عادلانه تره، قیمتی که میبینید، و اون DOMه بهتون کمک میکنه این دیواره خرید و فروش که به هم دیگه میرسن با دیدن عمق بازار
بدونی که چیکار بکنی. این یه سری موارد قانونی هستش که حالا توی بازار بورس هست و بعضا توی بازار کریپتو نیست و بالعکس. دستگاه نظارتی در بورس وجود داره، در کریپتو اینجوری نیست، هرچند که سازمان سکیوریتی اکسچنج کمیتی که مربوط به قوانین مقررات سازمان بورس امریکا هست خیلی گیر و گرفت میده به این، مثلا کوین ها و توکن هایی که در امریکا ثبت شدن، به خاطر همین هم خیلی هاشون دارن خارج میشن از امریکا. آخرین موردش هم بحث XRP که رو بلاکچین ریپل کار کرده. من یه ویدیو دارم تهیه میکنم در خصوص این که توی اون دادگاه، حالا اونایی که آدمایی که مثلا حرفه ای ترن دارن گمان زنی میکنن که این دادگاه به نفع کی تموم میشه، چون مطمئنا اگر به نفع XRP تموم بشه شما این XRP رو این 20 سنت و 30 سنت نخواهید دید. عدم قطعیت در خصوص آینده کریپتو برخلاف بورس هست. خب بارها بارها 378 بار از ابتدای به وجود اومدن بیت کوین گفتن که دخلش اومده و جمع شده رفته، ولی میبینیم که نه، همچنان داره مسیرش رو میره. بازده های چند صد برابری توی بازار ارزهای دیجیتال وجود داره که امروز با هم نگاه میکنیم، اونایی که تو آی سی او شرکت میکنن، اما آی پی او بازار بورس به این صورت نیست. زمان و محدوده جغرافیایی بازار کریپتو بیشتر از بورس. شما وقتی که رو بازار کریپتو دارین کار میکنید در سطح دنیا داری کار میکنی، یه تامین مالی که میخوای انجام بدی در سطح دنیاست، در صورتی که تو بازار بورس فقط در محدوده جغرافیایی کشور مد نظره و بعضن سهم هایی که به صورت بین المللی در بورس های مختلف عرضه شده میتونه جاهای مختلف هم فعالیت داشته باشه، اما بیس کار فقط در کشور مبدأ هست. پس این محدودیت تامین مالی در صورتی که توی بازار کریپتو این همچین محدودیتی ندارید، گستردگی تامین مالی در کریپتو باعث جذابیت اون شده. یعنی یه تیمی اگر در یک روستای دورافتاده‌ای در یک جای دنیا باشن، به راحتی میتونن منابع مالی مورد نظر طرحشون رو به همه دنیا ارائه کنن و از همه دنیا منابع مالی دریافت بکنن. اکثر این تامین مالی ها بر پایه ارزهای دیجیتال انجام میشه، خیلی تعداد کمی هستن که پول فیات دریافت میکنن. شباهتاش، من این بالا آی سی او آی پی او رو اومدم جز تفاوتا گفتم، تو شباهتاش هم هست. از چه نظر؟ از این نظر که یک